ناگهان ابرها در هم تنید و باران شدیدی آغاز شد. اما برخلاف همیشه این باران، باران رحمت نبود. 40 روز باریدن ادامه داشت. بارانی که سیلی عظیم به راه انداخت و تمام ساکنین زمین را هلاک کرد. اما یک کشتی بر روی آبها شناور. آره، این نوح بود که با ساخت یک کشتی خود و خانوادهش و جفتی از هر حیوان را نجات داد. اینک نوح بود و این زمین پهناور. آنچه شنیدید همان ماجرای کشتی نوح و سیل عظیم است که زمینشناسان و دانشمندان بر اساس مطالعات و کشفیات موجود وقوع چنین سیل ویرانگری را تایید می‌کنند. در این ماجرا گفته می‌شود که خداوند نوح را به دلیل تقوا و درستکاریش برگزید. بله، این ماجرا را از بدل تولد بارها و بارها شنیده. اما اکنون نتیجه مطالعات ما را هم بشنوید. آنچه همگان از نوح می‌دانیم علاوه بر داستان سیل این است که او عمری طولانی داشت، یعنی 950 سال و دیگر اینکه او هیکل و جثه‌ای بسیار تنومند داشت. همین دو مورد کافی است تا نوح را از انسان معمولی متمایز کنه. اما موضوعات مهمتر دیگری هم وجود دارند. بیشک با انوک یا همان ادریس نبی آشنا هستید. او فرزند قابیل و کسی که 365 سال زندگی کرد و در طول زندگی مورد توجه خداوند قرار گرفت، به طوری که فرشتگان او را برای دیدن بهشت به آسمان ها بردند. و بیشک با کتاب انوک که یکی از مرموزترین کتب جهان است آشنا هستی. این کتاب جزئیات زندگی انوک و رویدادهای آن دوران را شرح می‌دهد که شاید باور رویدادهایی که در آن کتاب آمده برای ما دشوار باشد. بخش مهمی از این کتاب نشان می‌دهد که موجوداتی از سیاره دیگر به زمین آمدند. اما در بخش دیگری از این کتاب، انوک که پدر بزرگ نوح بود، نوح را در بدو تولد اینگونه توصیف می‌کند: و پدرش لامچ از او ترسید و فرار کرد و نزد پدرش ماتوشالا آمد و به وی گفت: من پسری عجیب و غریب، متفاوت و برخلاف انسان به دنیا آوردم. طبیعت او متفاوت است و مانند ما نیست و چشمانش مانند پرتوهای خورشید می درخشند. اما باز هم یک نکته جالبتر در این کتاب وجود دارد. لامچ اذعان داشته بود که احتمالاً نوح فرزند یک فرشته است. با این حال همسرش سوگن یاد کرده است که او با هیچ موجود فرشتهی همبستر نشده است. نکته جالبی بود نه؟ اما این موجودات که بودن؟ در کتاب نوک از موجوداتی به نام ناظران سخن به میان آمده است که برای مراقبت از انسانها به زمین فرستاده شدند. اما مراقبت از چه؟ در بیشتر کتب باستانی و همچنین متون سانسکریت از نبردی در آسمان سخن به میان آمده است که زندگی انسانها را تحت شعاع خود قرار داده بود. در قسمت دیگری از کتاب خود این موجودات را فرشتگان سقوط کرده می نامند، چون آنها پیمانی بستند که با همزیستی با انسانها خلقت خداوند را آلوده کنند، که نتیجه این اتحاد و همزیستی تولد انسانهای قوی هیکل و تنومندی بود که انوک آنها را نفلیم می نامد و ما به آنها لقب غول داده ایم. و می بینید که مشخصات ظاهری نوح دقیقا با نفلیم ها مطابقت دارند. هرچند که بسیاری از محققان معتقدند که نفلیم ها حاصل دستکاری ژنتیکی انسان ها توسط ناظران بوده است. اما انوک می نویسد که نفلیم ها گناه را بر روی زمین زیاد کردند
و خدا فرشته‌ای به نام ارخانل مایکل را فرستاد تا فرشتگان سقوط کرده، نفلیم ها و ساکنین زمین را از بین ببرند. در این هنگام است که آنها انوک را برای همیشه با خود به آسمان بردند و نوح هم با ساخت کشتی جان خود و موجوداتی را نجات داد. و می‌بینیم که این موضوع در کتب تاریخی و همچنین مقدس آیندگان آمده است. اما موضوع این است که آنچه که در کتاب انوک آمده است در برخی متون قدیمی دیگر و همچنین متون و کتیبه‌های سومری باستان وجود دارد. در کتیبه‌های سومری‌ها از موجوداتی سخن به میان آمده است که از سیاره‌ای به نام نیبرو به زمین آمده بودند. سومریان این موجودات را آنوناکی می نامیدند و در واقع آنها را به دید خدایان می نگریستند و این یک شباهت بین دو فرهنگ باستان را نشان می دهد، فرشتگان و خدایان. اما اصل موضوع مشترک است، کسانی که از آسمان آمده بودند. و البته محققانی چون زکریا سیچین معتقدند که آنوناکی‌ها با دستکاری ژنتیکی انسان متمدن امروزی را به وجود آوردند. نکته مهم دیگر این است که در کتاب انوک به گیلگمش، حاکم بزرگ سومری، نیز اشاره شده است و جالب است که او را آنگونه که نفلیم ها را توصیف می کند توصیف کرده است. اما اجازه دهید گیلگمش را دقیقا آنطور که در اولین لوح حماسه گیلگمش آمده است توصیف کنم. پادشاه گیلگمش مانند قولها نیمه خدایی است، دارای قدرت و فضیلتی نیرومند. دو سوم او خدا است و یک سوم او انسان است، مانند گاو وحشی که خود را مقتدر و سربلند می کند. هیچ رقیبی وجود ندارد که بتواند اسلحه خود را علیه او بلند کند. این تصویر که می بینی نقش برجسته گیلگمش است که یک شیر و مار شکار کرده است. این نقش برجسته در کاخ آشور کشف شد که اکنون در موزه لوور نگهداری می شود. و این دقیقاً تاییدی است بر گفته های انوک درباره او. نام آنوناکی از آن یا آنو، خدای سومری آسمان گرفته شده است. این نام به طور کلی به معنای فرزندان شاه یا فرزندان آن است. اعتقاد در این بوده که آنوناکی ها فرزندان آن و همسر او، یعنی الهه زمین کی، هستند. برای اولین بار نام آنوناکی در کتیبه‌های یافت شد که در زمان پادشاهی گودیا و در سلسله سوم اور نوشته شده است. در این کتیبه‌ها از آنوناکی‌ها به عنوان قدرتمندترین و مهمترین خدایان در پانتئون سومری سخن به میان آمده است. اگر دقت کنید شباهت زیادی بین ماهیت آنوناکی‌ها و نفلیم‌ها وجود دارد. هر دو از پدرانی آسمانی و مادرانی زمینی. و البته آنوناکی‌ها دارای قدرتی خارق‌العاده بوده و از نظر جسمی بسیار تنومند و بزرگ جسته بودند، دقیقا شبیه به نفلیم ها. حالا اجازه دهید نگاهی به مقبره نوح بیاندازیم. بله، همانطور که میبینید قبر او نزدیک به 9 متر است. اکنون اگر تاریخ‌ها را بررسی و مطالعه کنید می‌بینید که دوران زندگی انوک و نوح دقیقاً با زمانی که کتیبه‌های سومریان نوشته شده است یکی می‌باشد و در واقع طبق منابع تاریخی در زمان حکومت گودیا نوح نیز زنده بوده است. اما داستان آنوناکی‌ها جالب‌تر می‌شود وقتی بدانید که در کتیبه‌ای یافت شده از سومر باستان آمده است که خدای انلیل تصمیم می‌گیرد که انسان‌ها را از بین ببرد، بنابراین سیلی عظیم جاری می‌کند. اما قهرمانی به نام زئوسوترا مطلع می‌شود و با ساختن قایقی خود و تعدادی را نجات می‌دهد و در گیلگمش این موضوع را به انکی و آتراسیس نسبت داده است. حالا اجازه دهید تا سری به مصر باستان بزنیم. بیشک با خدایان مصر باستان آشنا هستید.
هرچند که از نقش و نگارهای باقی مانده از مصریان باستان میتوان به شباهت فیزیکی خدایان مصر باستان با نفلیم ها و آنوناکی ها پی برد. اما مهمتر این است که خدای اصلی خالق در مصر باستان خدای خورشید معروف به خدای را است که حضور او در سرزمین مصر به بین سالهای 2400 تا 2500 قبل از میلاد برمیگردد. در افسانه های مصر باستان آمده است که خدای را از دست بدرفتاری های بشر خسته شد و دخترش سخمد را فرستاد تا با ایجاد سیلی همه را نابود کند که این طغیان توسط رود نیل انجام شد. همانطور که دیدید داستان نوح در بیشتر فرهنگ ها و ادیان مختلف تکرار شده است، اما با قهرمانی متفاوت. نوح در کتابش ماجرای رفتن به آسمانش را اینگونه توصیف میکند که سوار بر عرابه‌ای شده بود که توسط اسب‌های آتشین کشیده میشد و از زمین دور میشد. آیا آن عرابه آتشین در واقع میتوانست سفینه‌ای باشد که از موتور جت نیرو میگیرد؟ کلمه فرازمینی برای کسی یا موجودی استفاده می شود که در فرای زمین یعنی در آسمان ها زندگی می کند. پس اگر شما به هر یک از ادیان ایمان دارید یعنی شما به وجود فرازمینی ها اعتقاد دارید. چون شما برای دعا کردن به آسمان نگاه می کنید و یا در کتب شما آمده است که کسانی از آسمان ها آمده اند حتی اگر پیام رسان بودند. و این یعنی کسانی در آن بالا زندگی می کنند. برخی آنها را خدایان می نامند، برخی فرشتگان، برخی فرازمینی ها. و البته به باور ما آنها شبیه به این موجودات نیستند. کتیبه روبرو الان داره یک آدم تولید میکنه. اینها که ببینید کتیبه های معروف سومریان هستن دوستان، که البته بخششون که البته در سایز خیلی کوچکی هستن و من خودم فکر نمیکردم اینقدر این کتیبه ها واقعا عقلشون کوچک باشه. و حالا بقیهش رو هم میبینید در قسمت دیگه.